اما گزارش دیگری از لس آنجلس، نمایشگاهی از آثار نقش برجسته روی بوم از کارهای امیر مقدم، هنرمند ایرانی، در خانه فرهنگ و هنر ایران در لس آنجلس برگزار شد. در این نمایشگاه امیر مقدم با ترکیب مجسمه و نقاشی رنگ و روغن آثار متفاوتی رو به معرض نمایش گذاشته. با هم این نمایشگاه بریم. خانه فرهنگ و هنر ایران در لس آنجلس پذیرای آثار نقش برجسته بر روی بوم رنگ روغن از کارهای امیر مقدم، هنرمند ایرانی بود. امیر مقدم که اکنون ساکن آمریکاست، در زمینه هنر و طراحی داخلی در ایتالیا، هلند، کانادا و آمریکا تحصیل کرده، در زمینه‌های مختلفی نقاشی می‌کند و تاکنون نیز نمایشگاه‌های متعددی را در کشورهای مختلف اروپا، آمریکا و کانادا برگزار کرده است. او در نمایشگاه حاضر اولین تجربه خود در زمینه نقش برجسته بر روی بوم رنگ روغن را با عنوان در ستایش کوروش مهربان برگزار کرده است. او درباره هدفش از این نمایشگاه می‌گوید: هدف منم این بود که یه مقدار خودم رو آماده تر کنم و کارم رو بهتر بکنم تو این زمینه و اون هنر کلاسیک اروپایی رو یه مقدار ببرم توی هنرهای ایرانی خودمون. و تنها چیزی که خب مد نظر من بود این که چجوری میشه دوتا هنر رو در هم آمیخت و آمیختن این دوتا هنر، فکر من بود که چجور مجسمه رو با رنگ روغن بتونم اینا رو دوتا میدیوم با هم ترکیب بدم، که ترکیب این دوتا باعث شد که من برم روی کارهای تخت جمشیدم. زمان کوروش چجوری مثلا اومدن یه کارهای زیبایی رو برای ما به جا گذاشتن که همون کارهای زیبا، همون تخت جمشید یا اون سنگ نبشای زیبای تخت جمشید باعث شد که ما هویتمون رو تا حالا داشته باشیم، اما این هویت داره از بین میره و کم 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 رنگتر میشه و برای من مهم بود که اینو ببرم توی کارای مجسمه که از این مجسمه بتونم اون درون اون سنگ نقش چیزی گفته‌ای که هستش، اون حسی که هستش، اون حس رو از اون بشکافم و بیارم بیرون و روی تابلو به تصویر بکشم، چون خب نقش همیشه بر ذهن میشینه و بهتر جا میذاره برای نسلهای بعدی. هدف من تو این کارم این بود که بتونم دختری میترایی رو که از نسل امروز ما هستش بر نسل گذشته ببرم و نسل حال با نسل گذشته، پیوند دو تا نسل ها نسل آینده خواهد بود که الان در ایران به صورت بارور شدن هستش. امیر مقدم به دلیل تجربهش در کار با گچ در ایتالیا برای خلق این آثار گچی را طراحی کرده که بتواند علاوه بر استحکام زیاد و سبک بودن، قابلیت ایستادگی بر روی بوم و امکان کار بر روی آن به سادگی نیز وجود داشته باشد. او 12 تابلوی این نمایشگاه را که سیر تولد کوروش تا پیروزی او را از دید او به تصویر کشیده، سمبولی از 12 ماه سال و اهمیت این عدد در تاریخ ایران باستان می‌داند. این 12 تابلو بر اساس 12 ماه از سال هستش و در اصل یه عدد کامل بوده در تاریخ ما، چون عدد 12 عددی بوده که خود کوروش 12,000 گارد جاوید داشته و همیشه به عنوان خوششانسی و زیبایی دوران گذشته ما بوده. او به استفاده از انار و رنگ آبی فیروزه‌ای که از نقاط مشترک این تابلوها محسوب می شود اشاره می کند و می گوید: انار همیشه میوه‌ای بوده که در اصل میوه بهشتی هستش و در ضمن میوه‌ای بوده که دست پرورده ایرانیان باستان بوده. صحبت از انار میشه، ایرانی‌ها پشت سرش هستن و به عنوان یه میوه ایرانی شناخته شده. قدیما رنگ‌های فیروزه‌ای مخصوصا برای داریوش یا کوروش رنگی بوده که خیلی دوست داشتن و این رنگ متأسفانه به خاطر آتش‌سوزی‌هایی که توی تخت جمشید اون موقع در زمان اسکندر رخ داد، این رنگ رو سوخت و از بین رفت و جدیدن خیلی جالبه که یه چهره پیدا کردن که کلن ریش این چهره به صورت رنگ‌های فیروزه‌ای بوده که نشون دهنده این بوده که رنگ‌های فیروزه‌ای از همون قدیم مورد پرستش و دوست داشتنی بوده برای خودن پادشاهان ایرانی. او به نقشی که ایرانیان در حفظ فرهنگ و تاریخشان می توانند ایفا کنند اشاره می کند. هر ایرانی به عنوان یه سردار ایرانه و این نگهبانی از مرزهای ایران، نگهبانی از دل ایران، از مادر ایران، وظیفه تمام همه ایرانی هستش. اما هنرمند چون خب یه مقدار حساس ترن و می تونن خیلی قشنگتر به شیوه خیلی زیبا بیان کنن، چه بهتر که فعالتر باشن تو این زمینه و
تا میتونن الان مخصوصا که الان توی دوره حساسی هستیم، وظیفه من بود که مامان یه هنرمند بتونم برای نسل امروزمون یه همچین کارهایی بذارم، چون نسلهای گذشته من چنین کارهایی برای ما گذاشتن رفتن که من تاریخ خودم رو بشناسم و هویت خودم رو بدونم و این هویتی هستش که باید ادامه پیدا کنه و نسل به نسل جلو بره. تا اونجایی که در از من تابلوی 12 اسمشو گذاشتم، یعنی کوروش در فردا، اشاره به این هستش که دیوار اون چیزی که نوری که ما همیشه دنبالش میگشتیم به عنوانی که واقعا بر دل تاریکی بتابه، این نور اینجا به وجود اومده و این نور در از همون تخت جمشید ماست، در از همون کعبه ماست و اینجاست که همه ما در یک لباس، در یک رنگ پشت سر کورش جوان امروز هستیم که سوار بر اسب میترایی که حکم جهش داره و تیر کمون به عنوان هدف و اون هدفی که ما باید از به این بردن اهریمن باشه. تو این تابلو من اشاره بهش کردم که انشالله این روز زیادی نیستش و زودتر به وجود خواهد اومد.